برای جلوگیری از تأثیر آدرنوکروم ما سراغ سالمترین، ارزانترین و در دسترسترین ماده رفتیم. نیاسین یا ویتامین B3. ما حد زده بودیم نیاسین از سلول در برابر آدرنوکروم محافظت میکنه و به همین دلیل سعی کردیم نیاسین را امتحان کنیم. 37 ساله که من از این دارو استفاده میکنم. من خودم کاملا بهبود یافتم. دوره درمان من 3 هفته یا دقیق‌تر بگم 19 روز طول کشید. فرضیه‌ای که دکتر بیان می‌کنه مبنی بر اینه که آدرنالین یه ماده سمی و توهم‌زا به نام آدرنوکروم رو در بدن تولید می‌کنه. در مورد من درست به نظر می‌رسید. من همیشه زیاد قند می‌خوردم. عاشق قند بودم. باورم نمی‌شد قند روی روان اثر بذاره. من اصلاً نمی‌دونستم چه اتفاقی داره می‌افته. من هیچ اطلاعی نداشتم تا اینکه اون اتفاق افتاد. اون به من توصیه کرد با مصرف ویتامین ها و مواد مکمل روانم رو بازسازی کنم. اون در مورد رژیم غذایی به من توصیه های زیادی کرد. من به همه بیمارانم توصیه میکنم نیاسین مصرف کنن. من دارو تجویز میکنم چون ویتامین ها به سرعت اثر نمیکنند، ولی اثر داروها سریع. بنابراین بهترین روش ترکیب اونا با همه. من کار رو با تجویز دارو شروع میکنم. داروها به سرعت اثر میکنند و حال بیمار بهتر میشه. و منتظر اثر ویتامین ها میمونم. من از دارو به عنوان عصا برای یک پای شکسته استفاده میکنم. وقتی پا سالم شد شما میتونید عصا رو دور بندازید. وقتی بیمار حالش خوب شد داروها رو قطع میکنیم. اینطوری ما یک درمان ترکیبی رو شروع میکنیم و اون رو به موقع قطع میکنیم. به این میگن درمان ارتومولکولار. لانیس پالین برنده 2 جایزه نوبل در رشته شیمی و همینطور قهرمان استفاده از ویتامین ها به عنوان درمان است. پالین در سال 1968 طب مولکولی را مطرح کرد. در زبان یونانی ارتو به معنی صحیح است. بنابراین ارتو مولکولار به معنی مولکول‌های مناسب است و منظور آن ویتامین هاست. پزشکان آمریکایی به شدت درمان ارتو مولکولار را مسخره می‌کنند. به ویژه روانپزشکان آمریکایی. من تا سال 1968 که پالین اون مقاله مشهورش در مورد درمان ارتومولکولار رو منتشر نکرده بود در این باره چیز زیادی نمیدونستم و بعد از اون بود که متوجه شدم نظریه های من در روانپزشکی چقدر به نظریه های اون شباهت داره. پالین مشهورترین دانشمند جهان بود. 2 بار جایزه نوبل برده بود. او در رشته شیمی برنده شده بود و همه ما میدونیم شیمی مادر پزشکی نوینه. او نشون داد مولکول ها چطور نسبت به هم واکنش نشون میدن. اونا تصمیم گرفتن با مواد مغذی در واقع مغز افراد رو تغذیه کنن. با این کار بدن اونا هم سالمتر میشه، چون این مواد فقط مغز رو تغذیه نمی کنه بلکه تمام بدن رو تغذیه میکنه. وقتی شما بدن رو تغذیه کنید که سالمتر بشه، روابطتون هم بهتر میشه و وقتی روابط بهتر بشه جامعه و فرهنگ هم بهتر میشه و وقتی اینا بهتر بشه صلح جهانی هم فراهم خواهد شد. و البته قسمتی از این صلح به تغذیه مناسب ربط داره. تنها 200 نسل پیش همه انسان‌ها شکارچی و غارنشین بودن و چیزی جز مواد آلرژیشون نمی اومد. همه چیز طبیعی بود. اونا از دانه و میوه، گیاهان و سبزیجات تغذیه می‌کردن. تمام حیواناتی که گوشتشون رو می‌خوردن وحشی بودن. تنها 5% از وزن حیوانات وحشی از چربی تشکیل شده. اما در حال حاضر بیشتر حیواناتی که ما گوشتشون رو می‌خوریم بیش از 20% چربی دارن. بنابراین غذای ما کاملا تغییر کرده. ما نمی‌دونیم این تغییر الگوی غذایی چه تأثیری بر ما، رفتار ما و تفکر ما می‌گذاره. و اگه واقعا اثری نظر خیلی عجیب خواهد بود. بدون تردید این تغییر الگوی غذایی تأثیر خودشو بر همه چیز از جمله روند ابتلای ما به بیماری ها گذاشته. مغز ما به ویژه خیلی به تغذیه وابسته است، زیرا این اندام حدود 900 گرم وزن داره، ولی 20% قند، اکسیژن و سایر مواد مغذی درون خون رو مصرف میکنه. اگه از نظر سوخت و سازم بررسی کنیم، فعالیت مغز ما 10 برابر سایر اندام هاست. بنابراین بدون تردید تغذیه ما بر مغزمون مؤثره و اگه غذایی که میخوریم تغییر کنه قطعا اثر اونو بر مغزمون میبینیم.
ما مشاهده کردیم رشد ناکافی مغز در اثر تغذیه ناکافی مشکلاتی مادام العمر به وجود آورده، هم در سطح سلامت جسمی و هم در سطح سلامت روانی. بنابراین تغذیه باید طوری باشه که کوچکترین صدمه‌ای به مغز نزنه و مشکلاتی به وجود نیاره. یکی از مشکلات گستردگی فراوری غذاست. بسیاری از افراد نمیدونن مواد غذاهای ساده‌ای مثل گندم و شکر چقدر فراوری میشن. یه نکته تاریخی جالب اینه که رومیان باستان به نسبت مردم اوایل قرن بیستم در مورد فراوری گندم اطلاعات بیشتری داشتند. این دانش و آگاهی طی 2000 سال اخیر به تدریج کمتر شده. ما وارث گذشتگانمون هستیم، نه تنها در فراوری گندم بلکه در فراوری شکر و همینطور انواع چربی. بسیاری از غربی‌ها اگرچه به غذایی که می‌خورن اهمیت زیادی میدن، ولی غذایی که می‌خورن سالم نیست. راه حل بسیار ساده است. ما نمی‌تونیم غذای مشخصی رو تعیین کنیم، ولی باید سراغ غذاهای تازه بریم. تقریبا از خوردن هر چیزی که درون بطری، بسته‌بندی، قوطی و غیره ارائه میشه خودداری کنیم. غذای فراوری شده موجب التهاب میشه و التهاب به همه مشکلاتی که ما امروزه با اون روبرو هستیم ربط داره، از جمله مشکلات روانشناختی، عصبی، سرطان، دیابت، بیماری های قلبی و غیره و غیره. من معتقدم شرکت‌های داروسازی به طور کلی روش درمان با ویتامین‌ها و اصلاح تغذیه رو رقیبی برای خودشون می‌دونن و به همین دلیل بدون هیچ حرفی با ما مخالفت می‌کنن. البته بهتر اینم بگم که در دانشکده‌های پزشکی این اعتقاد وجود داره که هر چه در مورد تغذیه گفته میشه جزو خرافاته و هر دکتری که بخواد توصیه‌های غذایی بکنه خرافاتی به حساب میاد. البته این نظریه چند نفر در دانشکده است که تقریبا کسی حرفشو قبول نداره. یکی از نکاتی که میخوام یادآوری کنم اینه که وقتی وارد دانشکده پزشکی میشیم تی سال اول مطالب زیادی در مورد کالبدشناسی و فیزیولوژی و بیوشیمی میخونیم و سال دوم سراغ داروشناسی میریم. در دانشکده پزشکی این نگرش وجود داره که بیوشیمی و فیزیولوژی رو یاد بگیریم. بد نیست، ولی درس اصلی پزشکی داروشناسیه. این نگرش پزشکان ماست. ما در درمان ارتومولکولار در واقع دوباره به فیزیولوژی و بیوشیمی برمیگردیم. ما معتقدیم که اگه به بدنمون قدری فرصت بدیم میتونه خودش رو معالجه کنه و فقط باید مواد مورد نیازش رو در اختیارش بذاریم و مواد سمی رو از اون دور کنیم.
بیشتر مردم اسکیزوفرنیا رو نمیشناسن. اگه بیماری به پزشک بگه صدایی رو میشنوه، دکتر چه تصوری از اون میتونه داشته باشه؟ مگه اینکه خودش هم چنین صدایی رو شنیده باشه. بنابراین ما معتقدیم اگه قرار باشه اسکیزوفرنیا رو بشناسیم، باید زیربنای روانشناختی اون رو هم بشناسیم. من فکر میکنم اگه ما داروهای توهمزا رو که انواع مختلفی دارن خوب بشناسیم و در موردشون دقیق مطالعه و بررسی کنیم، بهتر متوجه میشیم چه اتفاقی برای بیمارامون رخ میده. ما مجبوریم خودمون درباره این داروها مطالعه کنیم تا اثر اون رو بشناسیم. ما متوجه میشیم وقتی این مواد وارد مغز میشن، اجازه نمیدن مغز انرژیشو بیش از حد مصرف کنه. وقتی دکتر هوفر یه مقدار از این دارو رو مصرف کرد، به همه بدبین شده بود. تفاوت بین قهوه و چای رو نمیدونست و من در این مدت به ثبت حالتهای اون پرداختم. برای ما افتخار بزرگی است که با دستاورد تمام عمر آقای دکتر هوفر آشنا بشیم. من اومدم اینجا تا به نمایندگی از طرف تمام بیمارانی که به توصیه های شما عمل کردن و بهبود یافتن صحبت کنم. دکتر، شما نه تنها زندگی دوبارهی به همه ما بخشیدین، بلکه صدای شما بود که در تمام این سالها به ما امیدی تازه داد. شما به ما گفتین خوب میشین اگر به این توصیه ها عمل کنید. شما به خاطر عوارض دارویی نابود نمیشین. شما به زندگی ما کیفیت تازه دادید. ما رو به مرحله ای رسوندین که بر اساس اصول پزشکی برای ما غیر ممکن است. دکتر هوفر، من از صمیم قلبم از شما ممنونم. برای شما احترام زیادی قائلم و میخوام بگم از شما تشکر میکنم. تشکر فراوان. از سال 1957 ما کارمون رو شروع کردیم و من تا به حال در هیچ مقاله آمریکایی ندیدم در مورد کار ما تحقیقی شده باشه. شاید کسی ما را جدی نمیگیره، اما به محض اینکه نتیجه کارامونو در یک مقاله چاپ کردیم، تمام دنیا روی سر ما خراب شد و انگار همه گفتن او مثل اینکه اینا دارن یه کارهای انجام میدن. صنعت سلامت روان یا صنعت بیماری‌های روانی یک صنعت سوداوره. سود ناشی از اون نجومیه. بنابراین فعالیت دکتر هوفر و همکارانش یک فعالیت بی‌نظیر و غیر قابل تصوره. فرزند یکی از همکاران من که خودش پزشکه بیمار شد. پدرش با من تماس گرفت و گریه کرد. اون گفت یه روان پزشک به من گفته فرزندت هرگز خوب نمیشه. هرگز خوب نمیشه. من دیدم حالش خیلی بده. اولین مقاله‌ای رو به اون نشون دادم که ما در سال 1957 در مورد تأثیر ویتامین‌ها بر اسکیزوفرنیا منتشر کرده بودیم. من بهش مصرف نیاسین رو توصیه کردم و به اون گفتم با دکترش صحبت کنه و اجازه بگیره این دارو رو به داروهاش اضافه کنه. اون به پزشک اینو گفته بود و طبق انتظار ما اون موضعی بسیار خصمانه گرفته بود. اول اینکه گفته بود این دارو مغزشو پوک میکنه. دروغ دوم که گفته بود این بود ما قبلا به بیمارامون اینو دادیم، فایده ای نداشته. اگه واقعا اینطور بوده چرا نتیجه کارشونو منتشر نکردن؟ من هرگز مقاله‌ای رو در این زمینه ندیدم، پس اونا اصلا این رو امتحان نکردن. ما در ویبرن بیمارستانی داشتیم که واقعا بیمارستان خوبی بود. بیماران اونجا میموندن تا حالشون خوب بشه. اونا اگه لازم میشد بعضیا رو 6 تا 12 ماه نگه میداشتن. بعد داروها اومدن. جامعه روانپزشکی دگرگون شد. دیگه قرار نبود بیماران رو برای مدتی طولانی در بیمارستان ها نگه داریم.
قرار شد بیماران با دارو خیلی زود معالجه بشن و اونا رو مرخص کنیم. مدیران بیمارستان‌های روانپزشکی احساس می‌کردن باید هر چه زودتر بیمارستاناشون رو خالی کنن. اگه بیمارستانی 2000 بیمار داشت و سال بعد 1000 تا بیمار داشت، خبر بسیار خوبی بود. اون 1000 تا کجا رفته بودن؟ تو خیابونا بودن، تو مراکز نگهداری بودن، مطمئناً سرنوشت بدی داشتن. با اسکیزوفرنیا مثل زندانیای حبس ابد برخورد میکنن. ممکنه وضعیت تو فقط کمی بهتر یا بدتر بشه. ما باید بهت دارو بدیم و تو میتونی به نوعی کجدار و مریض زندگی کنی. باید حسابی دارو بخوری. مردم از داروها خوششون نمیاد. اونا عوارض جانبی فراوونی دارن، بنابراین اونا رو کنار میذارن. ما در واقع با فرهنگ مرگ و با فرهنگ زندگی سر و کار داریم. فرهنگ زندگی اینه که به بدن چیزایی بدیم که نیاز داره و مواد سمی رو از اون دور کنیم. من فکر میکنم فرهنگ زندگی همون درمان ارتومولکولاره. فرهنگ مرگ هم همون چیزیه که به سود مالی فکر میکنه و این انگیزه همه کارها شده. انگیزه مالیه که داروهای تازه رو به بازار عرضه میکنه تا سود بیشتری نصیب سهامدارا بشه. این انگیزه برای تمامی کارها شده. واقعا تأسف آوره. البته این آینده علم پزشکیه. یکی این که موثره و دوم این که بی ضرره. پس چرا ما به این رو نیاریم؟ من فکر میکنم مانع اصلی پوله. صنایع داروسازی آموزش پزشکی رو در چنگال خودشون گرفتن. برابر این پزشکان معمولی این مطالب رو در دانشکده یاد نمیگیرن. اونا فقط یاد میگیرن چطور بیماری ها رو تشخیص بدن و از چه داروهایی استفاده کنن و غیره. همیشه به اونا گفتن ویتامین ها تأثیری ندارن و داروها موثرترن. پس ما باید این نگرش رو از ریشه تغییر بدیم. موضوع تغییر یک قرص به یک قرص دیگه نیست. پزشکان ما نمیتونن ظرف 5 یا 10 دقیقه بیمارانشون رو به روش ارتومولکولار درمان کنن. اونا باید وقت بیشتری برای بیمارانشون بذارن تا با چگونگی زندگی اونا آشنا بشن و قطعا این کار به سادگی تجویز یک قرص نیست، بلکه تغییر دادن رفتار یک فرد که زمان زیادی میبره. بنابراین پزشکان نه علم این کار رو یاد میگیرن و نه تمایلی به انجام این کار دارن. ما اکنون مزرعه بزرگی رو برای پژوهش آماده کردیم. ما از شرکت‌های داروسازی هم برای تحقیق در این زمینه دعوت کردیم. ما حتی همکاران پژوهشگرمون رو حاضریم به رایگان در اختیار اونا بذاریم. ولی مشکل اینجاست که اونا به محض کشف یک ماده ارزشمند فوراً اونو به نام خودشون ثبت می‌کنن تا از اون پول در بیارن. باید صادقانه بگم امروزه از درمان مردم پولی در نمیاد. این نگرش در صنایع ما وجود داره که همیشه باید بخشی از جامعه بیمار باشه تا ما اونا رو درمان کنیم. امید. ما بدون امید زنده نمیمونیم. خودکشی. آمار بالای خودکشی در بیماران اسکیزوفرنیا و افسرده رو ببینید. این آمار خیلی بالاست، خیلی بالاست، به خاطر اینکه امید رو از اونا گرفتن، در حالی که مهمترین بخش درمان امید دادن. این کار خیلی سخته. شما نمیتونید تصور کنید با خوردن قرص ویتامین 2 ماه خوب بشید. علاوه بر مصرف ویتامین، شما باید سبک زندگیتونم عوض کنید. ولی وقتی نتیجه گرفتید، میگید آو چه جالب، چقدر عوض شدم، چقدر عوض شدم. این حیرت انگیزه، میدونید؟ واقعا جالبه. پس هر کاری دکتر هوفر میگه انجام بدید.
هر کسی که با این موضوع آشنا بشه به خوبی متوجه میشه درمان ارتومولکولار خیلی منطقی تر از مصرف مواد شیمیاییه که متاسفانه فقط میتونه تعادل مواد شیمیایی بدن رو به هم بزنه و مشکلات ایجاد بکنه. ما میتونیم بگیم در حال حاضر روزگار خوبی نداریم و بسیاری از روش‌های علمی که به کار بستیم جواب نداده. من فکر میکنم اهمیت رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی در آغاز قرن 21 خیلی بیشتر شده. من واقعا امیدوارم دولت‌ها و پزشکان در این زمینه بیشتر همکاری کنند، چون این بیماری‌ها رو نمیشه تنها با بعضی از داروهای جادویی درمان کرد. باید بیشتر روشون مطالعه و تحقیق بشه. همه ما باید از ریشه تغییر کنیم. همه ما باید تغییر کنیم تا بتونیم بدنمون، سیارمون و شاید جهان هستیمونو حفظ کنیم. برای ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. اساس کار کاملا مشخصه. چطور ما میتونیم میلیون ها کیلومتر دورتر سفینمونو به دقت هدایت کنیم؟ چون دنیا قانون داره، قوانین فیزیکی که نیوتن اونا رو کشف کرد. ما همه این قوانین رو داریم. ما میدونیم این اتفاقات میفته، ولی نمیدونیم چرا اینطور میشه. من فکر میکنم نوعی یکپارچگی در تمام جهان وجود داره. من دقیقا نمیتونم بگم چیه، ولی چیزی که هست اینه: خالقی بزرگ چرخ حیات رو به گردش در میاره. تمایل حیرت انگیزی که برای زنده موندن مشاهده میشه و ما نمیتونیم اونو به سادگی درک کنیم. ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. در این زمینه هم چیز زیادی نمیدونیم. وظیفه ما اینه که هرچه زودتر به این مجهولات پی ببریم و از اطلاعاتمون استفاده کنیم. ما میخواییم تعداد بیمارانی که به مدت طولانی در بیمارستان میمونن کمتر بشه. میخواییم مدت اقامت اونا در بیمارستان اونقدر کوتاه بشه که از جامعه و خانواده جدا نشن و در نهایت میخواییم کسی اصلا بستری نشه. ما امیدواریم تا چند سال دیگه نیازی به این ساختمانهای بزرگ نداشته باشیم.